سلام برادر عزیز واقعا در یک دنیای ناامن ما زندگی میکنیم و الان می بینیم که در این روزها چه اتفاقی دائما میفته و ما فکر می کنیم سو الان یواش یواش زمانا باید یکم بهتر بشم و می بینیم که نه اصلا کلا نفر بهتر نمیشن بلکه بدتر هم میشن و مخصوصا باور میکنم که عیسی مسیح الان در حال آماده کردن آمدن خودشی الان نمیدونم چقدر خودتون باور میکنین در چه زمانی ما زندگی میکنیم و هر چقدر زمان نزدیکتر میشه به آمدن او این احساس رو دارم که روی قدس شروع میکنه به در زندگی در بدن ما در روح ما یک, یک اه, چیز به وجود بیاره یک اه, نه اشتیاق بلکه اه, چطور میگن زمانی که قلبمون شروع میکنه به تپه و مثل اینکه دو دنبال فکر میکنه الان یعنی یه اتفاقی خواهد افتاد احتراز اه. استراب و این احساس رو خیلی قوی دارم که اه, هدف عیسی مسیح که برای خداوند ماست ما و سر این کلیساست هدفش اینه که هیچ کسی از ما از ایماندارا از کسانی که نجات پیدا کردن از این آمدن او سپریز نباشن و همینطور شوکه نشن به این خاطر خود عیسی مسیح توی انجیل هم خیلی زیاد نوشته مخصوصا در قسمت های آخر انجیل نوشته هوشیار باشین هوشیار باشین و میگه که من مثل یک دوست میام زمانی میاد که شما انتظار ندارید و یه جای دیگه هم همینطور نوشته در فکر میکنم تسالونی که نوشته که گفته که الان شما فرزندان نور هستین شما باید در زمان این زمان رو باید, باید, باید تشخیص بدین در کدوم زمانی هست که ما زندگی میکنیم و این احساس خیلی قوی رو دارم که پیامایی که خداوندم این هفته ها ماها داده به ما برای اینه که واقعا ما رو بیدار کنه در مورد روح خیلی زیاد چیزهای شنیدیم که این مکاشفه هایی که خدا میگه که من بهترین دوست رو به تو دادم بهترین کسی که تو احتیاج داره به تو دادم که این راه رو بری فقط متاسفانه خیلی هستن که درگیر زندگی خودشون هستن و بعضی وقت هم که سوال میکنم میگم که خب زمان آخر ما زندگی میکنیم آمدن عیسی مسیح خیلی نزدیک هست و اکثریت میگه یا ما میدونیم نزدیک هست ما میدونیم فقط نگاه میکنیم از زندگیشون از تصمیم هایی که میگیرن میبینم که فقط میگن فقط اصلا باور نمیکنن تقریبا مثل یک کسی هست که کنار ساحل اونجا نشسته و نمیدونم لذت میبره از این, از این آفتاب و میام آمی که ببین یک سونامی هست یک سونامی هست که الان میاد میگه که یا من میدونم من میدونم سونامی فقط همینطور ادامه میده و همینطور هم دراز میکشه و لذت میبره و این تجربه رو ما داشتیم و دیدیم که در سال 2014 بود چه, چه اتفاقاتی در این دنیا افتاده و الان هم میبینیم که این تمام زلزله ها تمام بلاهایی که الان میبینیم که این زمان ها خیلی زیادتر شده الان تصور کنید که سال گذشته همینطور در ماه نوامبر اینجا نشستیم با چه فکری اینجا نشستیم اصلا هیچ کسی نمیتونست تصور کنه بعد از یک سال تمام دنیا با ماسکا حرکت میکنم و همینطور هم خیلی چیزا ممنوع کردن آزادی رو خودمون از دست دادیم مخصوصا که تو آلمان هم که این آزادی خیلی چیز خیلی چیز مهمی هست کشور دموکراتی و کشوری هست که نظم پیدا کرده یک آزادی هست هر موقع هر چیزی که دوست داری میتونیم بیان کنی و فقط الان میبینیم که چقدر آلمان توی فشار افتاده و خیلی هستن که تظاهر کردن ت... تو تظاهرات اونجا شکایت کردن گفتن که ما نیم ما آزادی خودمون به دست میاریم فقط اونقدر این روح میگم که میگم ضد مسیح قویه که دیگه همه یواش باش باید دیگه اطاعت کنن موتیف باشن باید حال از این قانون ها که آلمان گذاشته و همینطور هم قانونهایی که کشورهای دیگه گذاشتن توی دنیا الان همه جا اینطوری هم هست به اضافه تمام جنگ هایی که میاد به اضافه تمام این بل... بلاهایی که هستن الان میبینید که چه اتفاقاتی میفته الان دوباره هفته گذشته بود یک کشیشی یا نه یک کسی بود که تو چیز تو فرانسه اونجا کشته شد و از, از, بی بی از این مسلمانای های چی؟ تروریست یا امروز هم شنیدم که حتی امروز هم تو فرانسه دوباره یک کسی رو میخواستم بکشن یک کشیش رو هست الان میبینید که دنیا در این حاله که مثل کش شروع میکنه به جوشیدن مثل اینکه یه, حرکت های اینجا انجام میشه در این دنیا و متاسفانه افرادی هم هستن که واقعا باور میکنن میبینن نشانه ها رو میبینن و افراد زیادی هستن که فقط بی خیال هستن فهمیتون میگه یا باشه اوکی برحال کار خودش نه خانه های خودش رو میسازن تقریبا هنوز این افراد باور دارن که همینطور ادامه خواهد داد و میتونن زندگی خودشون در این دنیا تشکیل بدن خانواده و همینطورم هم کار و موفقیت و پول و هر چیزی چیزهایی که دنیاییه چیزی بدی نیست فقط زمانی که نگاه میکنم الان این دنیا در حال ورشکستگیه من دیگه شروع نمیکنم یه چیزی رو ساختم با یک, با یک اشتیاقی که یک روز به دست خواهم آورد دنیا عزیزان اینو صد درصد باور میکنم در برای اینم زندگی میکنم دنیا در حال شکسته و همینطورم هم که در مکاشف هم نوشته شده که اتفاقات چه اتفاقاتی خواهد افتاد یک روز این دنیا از بین خواهد رفت و دنیا چشمش رو بسته باور نمی چون چون نمیتونیم تصور کنیم یک روز این دنیا نخواهد شد میتونید می تصور کنید نمیتونیم تصور کنیم بعضی وقتا منم از منطقی که نگاه میکنم میبینم چطور میشه فقط کلام میگه الان میبینیم که دنیا در حال پژمردگی در زمانی هست که از بین میره هوا و از طریق گرمایی که الان توی دنیا قرار گرفته د... چند ز... پنج،, پنج سال پیش که آمدم آلمان در نومبر اینجا تقریبا ده تا 15 درجه زیر صفر بود برف بود الان بیریم بیرون مثل بهار میشه چون همه چی عوض شده از طرف کلیما هم همه چی عوض شده به اضافه تمام اتفاقاتی میفته الان پریروز بود دوباره یه زلزلی در ترکیه شد و همینطور جنگی که ارمنستان با با چیز با آذربایجان داره و همینطور هم از طرف سیاستی چه اتفاقاتی میفته الان هفته آینده هم الان رایگیری آمریکاست الان میبینید که اونجا چه اتفاقی افتاده. این خیلی تاثیر خواهد گذاشت روی دنیا و اینجا احساس میکنم کلیسا که باید بیدار باشه ما هنوز نمیخوام بگم همه ما بلکه خیلی هستن بیخیالن چشمشون فقط روی این چیز دوختن زندگی خودم رو درست کنم چیزی بدی نیست ها اشتباه نمی منظور منظوری نیست که الان باید همه چی رو قطع کنین بشینید تو خونه منتظر عیسی مسیح باشی منظور من این نیست منظور قلب ماست در لوقا باب 21 بابی آیه 25 و 26 نسل میتونی تو این قسمت رو بخونی نشانه های در خورشید و ماه و ستارگان پدید خواهد آمد بر زمین قوم ها از جوش و خروش دریا پریشان و مشوش خواهند شد مردم از تصور آنچه باید در دنیا حادث شود از فرد وحشت بیهوش خواهند شد زیرا نیروهای آسمان به لرزه در خواهد آمد آمین این نه فقط در در جاهای مختلف این چیزا رو نوشته شده در زمان آخر چه اتفاقاتی خواهد افتاد و اینجاست که احساس میکنم به حال خدا میخواد کلیسای خودش رو بیدار نگه داره و یا بیدار کنه و یعنی واقعا امروز نمیدم چقدر متوجه شدین این سرودهایی که انتخاب کردم که فقط و فقط تمرکزمون به عیسی مسیح بود عیسی مسیح برای من چیه همه چیز منه هر چیزی که من نیاز دارم هر چیزی که من احتیاج دارم هر چیزی که نفس من احتیاج داره رو، روح من احتیاج رو اوست و اینجاست که احساس میکنم خدا میخواد یه تکونی به ما بده و افرادی که بینندگان عزیزم که امروز هم نمیتونن نمیتونن اینجا شرکت کنن شاید بعضی وقت میایی بعضی وقت گوش میکنی فقط امروز این کلام هم مخصوصا برای افرادی هستن که واقعا پادشاهی خودشون ملکوت خودشون میخوان بسازن توی یک دنیایی که ورشکست شده و هر وقت هر ماه یا هم هر روز میتونه یه اتفاقی بیفته و ما اطلاع نداریم پس از این قسمتی که از باید ببینیم که چطور من میتونم زندگی کنم با چه انگیزه ای باید زندگی کنم با چه هدفی باید زندگی کنم و اینجاست که عیسی مسیح در مطابق 11 و 28 و تا 30 که میگه که بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید یوغ من را بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوذ خود آرامی خواهید یافت زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک من فکر میکنم این آیه رو خیلی زیاد خوندیم و خیلی چیزای شاید خودتان تعلیم دادین فقط معمولا یه کسانی که ایمان میارن به عیسی مسیح ما این آیه را استفاده میکنیم بیای نزد من گران بار و خسته دلان خدا به شما آرامی خواهد داد و یوق منو وردارین از من یاد بگیرین فقط این پیام امروز اینه که عیسی مسیح عزیزان تک تک بینندگان عزیز میخواد تک تک ما رو دعوت کنه بیاییم زیر یوغ او در زیر یوغ اوست امنیت و هر چیزی که تو احتیاج داری عیسی مسیح نمیگه که من تو رو محافظت میکنم من تو رو نگهداری میکنم نگران نباش فقط یک جای امنی هست یک جایی هست که ما باید بیایم زیر دست او که در امنیت باشیم ما باید یه جایی بیاییم که او برای ما آماده کرده کرده که بتونیم هر چیزی که نفس ما روح ما احتیاج داره به دست بیاریم و این یوغ عیسی مسیحه من فکر میکنم هر کاری هم که میخوام انجام بدیم درس میخونیم یا برای آسپیلدونگی میکنیم همه ما هدف ما اینه که یک روز موفق باشیم این موفقیتی که ما به دست آوردیم برای ما یک آرامشی باشه درسته یا نه؟ اکثریت ما دنبال این آرامش هستیم اکثریت ما دوست داریم شب که میخوابیم با آرامش بخوابیم صبح بیدار میشیم و آقا با شادی بیدار بشیم هر هم هوا بد باشه هر چقدر پیامایی از تلویزیون میشنویم فقط بتونیم با یک امیدی زندگی کنیم میدونیم که زندگی من زیر دست خداونده یا میتونم بگم که گردن من زیر دست زیر, زیر یوغ عیسی مسیحه پس اونجا این آرامش رو دارم احتیاج به چیزی ندارم ما نمیتونیم فقط همینطور یک چیزایی اعلام کنیم که خدا منو محافظت میکنه خدا منو دوست داره خدا منو این همه چیز حقیقته فقط این جایی میگه که تا نیایی زیر یوغ من برای نفس تو یا برای جان تو اینجا میگه که در نفوذ خود آرامی خواهید یافت اول میگه که من به شما آرامش میدم این آرامش هایی هست که در دنیا احتیاج داریم عزیزان اول میگه که نسل من یه تمام زحمت کشان گرام و من به شما آرامش میبخشم این چیزهایی هست که بعضی وقت میایم اینجا میشینیم و خدا تسلی میده بنا میکنه و از طرف کلام خدا ما رو بلند میکنه چیزهایی هستن که ما فکر میکنم همه ما چشیدیم افرادی که بی ایمان هستن میان حتی اینا این افراد یه خدا میاد روی القدس میاد یه احاطه میکنه با آرامش خودش و هر دفعه میرن اینجا ایمان آوردن به عیسی مسیح فقط میگن نمیدونم یه چیزی آرامشی اینجا میگیرم این یه چیزی هست که فیض مسیحه تو گناه همه هستی اینجا یعنی گناهکاران هم میانجا خدا این فیض رو میبخشی که چون خدای پر از رحمت میخواد نشانه هایی به این افراد نشون بده ببین جای درستی آمدی الان این ادامه بده و بعد از اینم که میگه که یوق من بعد از این میگه یوق منو بر خود گیرید یعنی خودت باید تصمیم بگیری عزیزم من یوق عیسی مسیح خودش خودشو با زور روی گردن تو نخواهد گذاشت یوغ من بر خود گیرید و از من تعلیب یابید همون معلمی که کنار ما هست کیه عیسی مسیح ما گفتیم که روی تخت نشسته روح القدس که الان کنار ماست معلم ما اینجاست او حادی زندگی ماست خانه زیادی برای شما آماده کردم این خانه الان ما نرمال ورداریم جایی که روی خداست اونجا خانه خداست خداست من در امنیت او زندگی می کنم به این خاطر اجازه میدم روح القدس اجازه میدم و میگم ایسای مسیح امروزم خدا من میگم عیسی مسیح امروز هم میخوام خداوند میام این گردن گردنی که پر از درد بود پر از بارهای دنیا بود روی من بود من میخوام بیام داف زیر یوغ تو عزیزان دو تا یوغ وجود داره عزیزان بینندگان دو تا یوغ وجود داره یا یوغ شیطان یا یوغ خداست و بعضی هستن که میگن که من نه اوکی عیسی مسیح رو نمیخوام فقط شیطانم هم نمیخواد هم زمان زمانی که آمدی بیرون گفتی که مستقل میخوام بشم زندگی خودم رو میخوام داشته باشم یوق شیطان میاد رو زندگی تو نگرانی تو خدای خودت دوباره میشی من تصمیم میگیرم چی بکنم من این من این من این من بار میاره آخرش هم خورد میشی و بعد از این بعضی هستن که تقصیر رو میدازن روی عیسی مسیح میگه که عیسی مسیح چرا چه چه خدایی هستی؟ حدیث هم میگه که یوغ من هست و تو فرار میکنی از یوغ من چون میخوای مستقل باشی میخوای خانه خودتو درست کنی خدا صبر داره رحمت خدا رو ماست حتی هم نخوایی رو یوغشو دوباره دنبالت میاد که یک روز تو رو دوباره برگردونه که واقعا خود داوطلبانه بیای بگی که خدا واقعا دیگه خسته شدم از خودم خسته شدم از این دنیا و مقصد این اتفاقاتی که این دنیا میفته کی میتونه تو رو نگه داره شبانت نمیتونه کاری بکنه برای تو من هیچ کاری هستم منم باید زیر یوغ عیسی مسیح بمونم که در این آرامش خداوند بمونم هیچ کسی نیست که تو رو حمایت کنه هیچ کسی ما میتونیم همدیگر رو نگه داریم یا موازه به همدیگه باشیم فقط اصل خود همون آمدن زیر یوغ عیسی مسیحه که اونجاست که زیر حمایت خدا هستی خیلی جالبه اینجا یه قسمتی بود که در یه در که در در یوحنا باب 16 آیه 32 عیسی مسیح میگه که اینک ساعتی میآید بلکه الان آمده هست که فرق خواهید شد یعنی فرار خواهید کرد هر یکی به نزد خاصان خود و مرا تنها خواهی گذاشت لیکن تنها نیستم زیرا که پدر با من است و این آیه رو که خوندم احساس میگردم خدا به ما هم میخواد بگه که همه عیسی مسیح رو ترک کردن فقط او در امنیت خدا امنیت پدر بود چون دایما اراده او رو انجام میداد و احساس کردم خدا میخواد به تو همینطور بگه که ببین شاید شاید واقعا اتفاقاتی بیفته که احساس تنهایی بیکنه همه تو رو ترک کنن یا تو این زمانی هم که زندگی میکنیم جفای زیادی خواهد آمد حالا تو ایران که زو تو افغانستان تو که تو کشور اسلام هست یا فقط اینجا میگه که من تنها نیستم و خدا میخواد عزیزان این احساس رو در قلب تو قرار بده که هیچ موقع احساس تنهایی نکنی حتی اگه هم تک تنها تو زندانم بودی که بگی که الان هر اتفاقی افتاده من تنها نیستم الان اینجا عیسی مسیح میگه پدر با منه الان ما تو میتونی بگی چون عیسی مسیح چون روح رو دست با منه این فقط و فقط زمانی که گردنمون رو بیاریم زیر یوغ او بگیم خداوند تسلیم تو هستم منو هدایت کن من اینطوری نگاه میکنم این دنیا واقعا یک جنگلی هست یک جنگلی جنگل واقعا وحشتناک که پر از مار پر از شیر پر از پلنگ پر از سم و تو تک تنها هستی شاید با یک شمشیری و توی جنگل چطور راه رو پیدا میکنی نمیدونم جنگل توی جنگل بودی جنگلی که مثل جنگل مثلا آمادسونا نه اینطوری جنگل مثلا هاربورگ <applause> جنگل هایی که واقعا اونجا وحشت صداهایی میشنوین اتفاقاتی میفته بعضی وقتی فیلم ها رو نگاه میکنم میگم یک ساعت نمیتونم اونجا بخوابم افرادی که اونجا میرفتن فیلم برداری میکردن گفتن این واقعا چیز میکردم یعنی افتخار میگن چی میگن میگن که چی جرعتی دارن اونجا الان تصور کنیم واقعا این موعظه رو که آماده کردم همینطور بود که احساس میکردم خدا میگه که باید توی جنگل هستین شما راه بلد نیستین و راه هم توی جنگل هم وجود نداره اوکی متوجه هستین یه جنگل رو تصور میکنین نه این ده تا ده. یعنی یه جنگلی که راه وجود نداره و این دنیا تقریبا اینطوریه تو تو این جنگل هستی و احتیاج به یک هادی داری احتیاج داری یک کسی که جنگل رو میشناسه از جنگل اطلاع داره یک بار او رفته و راه رو بلدم هست چیزی که من احتیاج دارم نمیدونم تو چی احتیاج داری من احتیاج به یوغ او دارم بدون این یوغ او گمراه میشم بدون یوغ او حکمت بیگم بی فهم خودم منو از راه بیرون میاره دعای من میتونم بگم بدون تو هیچ کاری نمیتونم اجازه. و با افتخار میتونم بگم اجازه میدم یوغ تو رو هر روز میخوام گردن خودم رو زیر یوغ بی... تو بیارم از تو میخوام یاد بگیرم هر جایی که هستم که بدونم عیسی مسیح تو الان چی میکنی روح القدس الان تو کنار من تو معلم من, من هستی چی باید ته چه تصمیم باید بگیرم کجا باید برم اینجاست که عیسی مسیح خودش میگه که بدون من هیچ کاری نمیتونین انجام بدین بدون من هیچ چیزی نمیتونین انجام بدین یادتون هست نه یوحنا باب 15 هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم و افرادی که به حال این بی تفاوت هستن و نمیدونن کدوم زمان زندگی میکنن فکر میکنن خودم میتونم زندگی خودم رو درست کنم امنیت رو برای خودم درست کنم یه تکونی یک لرزشی همه چی خواهد به هم خواهد ریخت و اینجا عیسی مسیح وارد میشه میگه که هی، hey, عزیزان که میخوایی از این یوغ رفتی، یوغ خودت رو ورداشتی، یوغ دنیا رو ورداشتی، یوغ بارهای ورداشتی، امنیت تو، پناهگاه تو کجاست؟ پناهگاه تو کجاست؟ کجاست که احساس میکنی سرت رو میتونی بذاری و بخوابی و بدونی که خدا تو رو نگه میداره؟ بعضی وقت ما میگیم، خدا من ایمان دارم، ایمان دارم، باور میکنم فقط زمانی که میخوابی دوباره فکرها میان دوباره این فکرها تو رو مشغول میکنم فردا چی میشه اون چی میشه این چی میشه کارم چی میشه کارم پیدا کردم الان کرونا آمده کرونا آمده از کارم اخراج کردن من فکر کردم همه چی رو دارم الان دیدم که دوباره نیست مغازه درست کردم الان باید ببندم چی میشه و تکلیف من چی میشه عیسی مسیح میخواد به تو بگه که پناهگاه تو کیه در این زمان آخر کیست که تو رو نگه میداره این محبت اوست که الان میخواد دوباره به افرادی که بیت بیم بلا تکلیفی زندگی میکنن یا در سردرگمی زندگی میکنن یا میتونم بگم در بی زندگی میکنن صدا کنه صدا کنه میگه که هی hey, زمان یواش یواش به کمار میرسه و میخواد دوباره هوشیار به ما که برگردیم و اجازه بدیم بیایم زیر یوغ مسیح امروز عشا داریم نمیخوایم عشا رو برداریم میگه مرسی خداوند بلکه عشا مخصوصا میخوام با این دید بیاین جلو الان شاید افرادی مطمئن هستم افرادی هستن که یوغ مسیر رو برداشتن و پیروی میکنن یا فقط امروز هم افرادی هم که بینندگان عزیز الان نمیدونم چقدر عشا رو برای امروز هم آماده کردیم فقط امروز هم زمانی که میایم جلوی جلو میز خداوند واقعا این سوال رو باید بکنیم اجازه میدم خداوند این یوغ تو گردن من رو زیر یوغ تو بیاد یا،, یا, نه همینطور که تو گفتی یوغ من وردارین آیا واقعا این تصمیم رو میخوایم بگیرین از منظور من این نیست که زندگیتون رو ادامه بدین ها ادامه, یا ادامه ندین اگه مدرسه میرین کلاس باید برین الا کار میکنین باید کار کنین اگه آسپیلدون میکنین آسپیلدون باید بکنین تمام چیزهایی باید انجام بدیم من مخالف اصلا اینطوری چیزا نیستم خواهش میکنم درست متوجه متوجه بشین منظور اینه که قلب تو زندگی تو روح تو نفس تو زیر کدوم یوغی هست تو باید آسپیلدونگ داشته باشی هفته گذشته کسی هم آمده بود گفته پاس تو چه کاری کنم یا الان چه امکاناتی هست ما صحبت کردیم گفتم من فکر میکنم آسپیلدونگ بکنی بکنی بهترینش فکر میکنم این این رشته خیلی خوب میشه میدونم عیسی مسیح برمیگرده نمیگم الان بشین جایش کار نکن برو توی این خدمت ها هم یاد میگیری فقط قلبت درست باید باشه که خودت رو آماده کنی در زیر حمایت در زیر یوغ در زیر, زیر اطاعت خداوند باشی که بگین ایسا هم مثلا من میخوام از تو یاد بگیرم تو حلیم و افتاده دل هستی خدا من این باید این باید در قلب من به وجود میاد این ربطی به شخصیت داره ربطی, ربطی به کارهایی, کارهایی نیست و اینجاست که خدا ما رو هدایت میکنه و این این این, این, این نیاز یا یه نمیدونم چیه این دردی هست که احساس میکنم خدا میکشه می که واقعا میخواد یه هوشیاری بده یه, 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 کاری انجام بده که واقعا بدونه که چیزی که الان در این زمان مخصوصا آخر احتیاج من هستم برگرد برگرد پیش من و هر چیزی که نیاز داری به تو خواهم داد این وعده ای هم اینطور در مطابع به شیش های سی و هم نوشته نگران نباشین چی بخورین چی بنوشین میگه موهای شما مو اصلا موهای شما مو شمرده شده هست یعنی همه چی رو من اطلاع دارم و میدونم تو چیزی احتیاج داری و از میگه پادشاهی من و عدالت من رو جستجو کن یعنی در حال یعنی اینو میتونم بگم پادشاهی و میتونم عدالت یعنی میتونم بگم با یک کلام بیا زیر یوغ من من تو رو هدایت کنم و اونجا همه چی هست و اونجا همه چی به تو خواهم داد چیزی که واقعا احتیاج داری خواهم داد احتیاج نیست زحمت بکشی احتیاج نیست با قدرت خودت سعی کنی زندگی خودت رو تشکیل بدی این باره درد افرادی هم دیدم که رفتن جا دو سه ماه چهار ماه پول چیز کردن کار کردن هفته هفت روز آخرش آمدن گفتن که رئیسم پولم نداد نمیدونم شروع کرد به نمیدونم بهانه آوردن نمیدونم چه چیزایی هست درد کشید این باره توی یه دنیای ناعدالانه اد... زندگی میکنیم ما ادالانه زندگی میکنیم می پس نمیتونی توقع... داشته باشی که دنیا به تو رحم بکنه و همه چی رو به تو میده تنها کسی که رحم میکنه فیس میبخشه هر چیزی که احتیاج داره از امنیت از احترام از برکت های روحانی همه چی در مسیح پیدا میشه امروز عیسی مسیح میخواد بگه عزیزان بینندگان عزیز و همینطورم برادر خارای عزیز احساس می کنم خودم که اجازه بده من نگهداری تو و قدرت تو و اعتماد تو باشم اجازه بده من باشم اجازه بده من شبان تو باشم که تو رو هدایت کنم به اندازه کافی نسینم در مورد شبان نیکو موعظه کرده و این موعظه خیلی عالی خیلی خوبه فقط مهم اینه که واقعا وارد این این بخش بشیم که با او راه بریم من نمیتونم بگم او منو هدایت میکنه به راه های خوب و در آب خوب در آب آروم همه چی فقط من نمیدم من او رو پیروی نمی کنم اینجاست که عیسی مسیح میگه که اجازه بده من تو رو هدایت کنم اجازه بده من شادی تو باشم اجازه بده من عدالت تو باشم دنبال این نباش که حق من من باید به دست بیارم من حق تو هستم چیزی که احتیاج داری اجازه بده من باشم با یه احترامی که میخواد با ما صحبت کنه تشویق کنه ما رو اجازه بده من امید تو باشم من نور تو باشم من اون کسی باشم که به تو قدرت میده که موفق بشی با قدرت خودت حکمت خودت نرو بیا پیش من من حادی تو باشم من پیروزی تو باشم سعی نکن با قدرت خودت موفق بشی نشون بدی که من کی هستم شکست خواهی خورد عزیزم شکست خواهی خورد و این درد برای عیسی مسیح یک گنجی اونجا هست که خودشه و تو از این گنج استفاده این میکنی با قدرت خودمون میخوایم بریم یه چیزی درست کنیم که آخرش هم به نابودی تمام خواهد شد یک بار دو بار سه بار ده بار میتونیم اشتباه کنیم بعد از یه مدت باید برای یاد بگیریم خدا دوست داره خانواده خدا دوست داره تو ازدواج کنی ما دعا میکنیم عیسی مسیح خواهش کنیم در این کلیسا هدایت کن صداهای عروسی بشنویم ما میخواهیم جشن بگیریم اصلا ضد این چیزهایی نیستیم من دنبال این ر... دنبال این نیستم که شریعتی باشیم حتی خدا میگه همه چیزم خدا برای ما گذاشته که لذت ببریم فقط تمام لذت هایی که مربوط به روحانیه که جان تو رو... آرامش میده جان تو رو زنده میکنه از این یوغ عیسی مسیحه زمانی که آمدی گردن تو اونجا گذاشتی میگه که یوغ من چی سبوکه نه یوغ من خفیف و بار من سبوک خورد نمیکنه تو رو اون خدایی که شغلش نجار بود میدونه چطور درست کنه که صدمه نبینی یوغ من خفیف و بار من سبک است اینجاست که ما باید تصمیم بگیریم عزیزان بینندگان عزیز باید تصمیم بگیریم چه یوغی هست الان توی گردن توست چه آرامشی آرامشی است این آرامش مس مص... مص... بگم مصنوعی بلکه کاذب یا آرامشی هست که شاید هست بعضی وقت هست که آرامش خبر خوشی میشنویم خوشحال میشیم یا آرامشی فقط این گذرونده گذر گذراند هست یک خبری بعد دیگه تمام آرامش از بین خواهد رفت به این خاطر میگه سلامتی برای شما میگذارم سلامتی خود را به شما میدهم این سلامتی زیر یوغ مسیحه نه چنان که جهان میدهد من به شما دهم ده ده دل شما مسترب و حراسا، حراسان نباشه اینجا میگه که یوغ من به تو این آرامش رو میده و همینطور هم قسمت، قسمتی که الان خوندیم در مورد این لیکن تنها نیستم این یوغ است که این مشارکت سمیمانه با خداوند میبخشه و همینطور هم میبینیم که در یوهانا با 16 و 33 میگه که بدین چیز چیزها به شما تکلم کردم تا در من سلامتی داشته باشید در من این چیزایی که الان صحبت کردیم یکی که به این خواده به شما گفتم که در من یا میتونم بگم در یوغ من سلامتی داشته باشی در جهان برای شما زحمت درد و رنج خواهد شد و لیکن خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غلبه غالب شدم من از این جنگل بیرون آمدم من تمام این چیزهایی که مارهایی که چیزهایی هستن که نمیدونم حیوانهای وحشی کس از بین بردم راه رو برای تو آماده کردم من هستم پیروز شدم یعنی اجازه بده من پیروزی تو باشم من موفقیت تو باشم که یک روز به یه جای آوردی مسیر رو جلال بدی که میگه هر چیزی که من دارم اوست این در عهد جدید عیسی مسیح این چیز رو گفته عهد عتیق میبینیم در اشای نبی باب پنج و پنج آیه یک و دو اینو نسلی رو میخوام نسلی تو بخونی چون نمیخوام کلام رو خراب کنم اینجا نگ... ببین که همین چیزهایی هست که عیسی مسیح اینجایی که در عهد عتیق اینجا در اشا 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 ای که اینجا اشاره کرد یعنی خدا از طریق اشعیا ای این حرف حرفا رو زده الان عیسی مسیح در این طرف میاد در عهد جدید همین چیزها رو به شما به ما میبخشه که واقعا باور کنیم عزیزان ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید آب اینجاست ای تمامی کسانی که پول ندارید بیایید قلعه بخرید و بخورید بیایید شیر و شراب را به رایگان بخرید چرا پول خود را صرف چیزی می کنید که شما را سیر نمی کند چرا تمام مزدی را که به خاطر کارتان می گیرید صرف می کنید و باز هم گرسنه هستید به من گوش دهید و هر چه می گویم انجام دهید آنگاه از بهترین غذاها لذت خواهید برد ای قوم من اکنون به من گوش دهید و نزد من بیایید بیایید نزد من تا حیات یابید من با شما پیمانی ابدی میبندم و برکاتی را که به داوود قول داده بودم به شما خواهم داد آمین آمین چرا هی hey میگه چرا چرا این کارو میکنیم چند بار باید انجام بدی که ورشکست بشی یا خورد بشی تا کی میخوایی الان این راه خودت رو ادامه بدی چرا تمامی موز را به خاطر کارهای کارتون میگیرید صرف میکنید و باز هم گرسنه هستید این در مورد شکم صحبت نمیکنه در مورد زندگی روحانی ما صحبت میکنه فقط اونجا هدایت میکنه و به من گوش دهید و هر چه میگویم انجام دهید آنگاه از بهترین غذاها لذت خواهید بود از این طریق متوجه میشیم خدا خدای لذت هاست خدا میخواد لذت ببری لذت فقط بدون عیسی مسیح لذت بدون روح قدس لذتی نیست و اینجاست که عیسی مسیح یا روح خدا میخواد ما رو تشویق کنه هر فکری داری هر هدفی برای هدف شخصی هم برای خودت داری ادامه بده چیزی من خدا نمیگه که الان همه چی رو قطع کن منم نمیگم منم الان به شما نمیگم الان باید گناه رو بگذارین کنار همه چی رو بگذارین کنار نه چه چیزایی باید بگذارین کنار این خودت باید بدونین من اینجا این عنوان خادم خدا فقط میگم که شما چیزی احتیاج دارین خدا دعوت میکنین بیاین زیر یوغ و زندگی شما خواهیدید نظم پیدا میکنه زمانی که میایم پیش او و با او ملاقات رو داریم و اجازه میدیم روی یوغ عیسی مسیح که این هم قسمت های از صلیب عیسی مسیح که تو رو آزاد میکنه زمانی که میری اونجا به این ملاقاتی با او داری با اون مشارکت صمیمانه و گوش میکنی به کلام تو اتوماتیک دیگه عزیزان از گناهان از همه چیزهایی که تو رو وابسته کرده آزاد میشی تو احتیاج نیست آزاد بشی که بعد از این این چیزا رو به دست بیاری زمانی که میری پیش عیسی مسیح زمانی که میگه بیای نزد من نگفته که بیدین اول توبه کنین بازگشت کنین همه کارا رو بکنیم بعد از این بیایین پیش من بعد, بعد از این به شما آرامش میده بیایین پیش من این حضور من این محبت من رحمت من شخصیت و فروتنی من تو رو عوض خواهد کرد زمانی که میری پیش عیسی مسیح اونجا یه چیزی مینوشی که واقعا لذت میبری اتوماتیک دیگه میگه اون چیزهایی که میخواستم و وابسته شدم ویل میکنم موافق هستیم خدا از ما شریعت نمیخواد خدا فقط میخواد های ما رو طوری دوباره تفتیش کنیم ببینیم که به کی ما رو دو دنبال چه چیزایی هستیم شاید افرادی هم باشن که اینو گوش میکنن اصلا بی تفاوت اصلا میگم ربطی به من نداره من کار خودم رو انجام میدم باشه نمیدونم دیگه من اینجا خدا رو شک من قاضی نیستم داور نیستم بعد یک روز بعد برای داوری خواهیم شد و زمان خواهد آمد همون قسمتی که الان در لوقا باب 21 خوندیم خواهد آمد میگه که مواظب باشین که آخر این اتفاقات میفته شما توی دام شیطان نیفتین از این دام آزاد بشیم و مطمئن باشین که شیطان هم اونجا دامانی زیادی گذاشته زمانی که عزیزان خبر خوشینه زیر یوغ عیسی مسیح دامی وجود نداره احتیاج نیست بترسم از آینده اینجاست که میگه زمانی که این اتفاقاتی میفته سرتون بلند کنین چون نجات دهنده شما نزدیک شده است این افرادی هستند که یوغش رو ورداشتن باور میکنن و خوشحال هستن. و اینطوری ما باید زندگی کنیم، مخصوصا در این زمان آخر. الان معمولا نرمال ورد می‌داریم، بردارین کلیسا باید یک شیپوری برای دنیا باشه، چون دنیا در حال حلاکت هستند. ما هستیم که باید این شیپور رو بذاریم که بگیم عیسی مسیح میاد و بریم شروع کنیم به بشارت دادن که افراد نجات پیدا کنند. فقط الان در حال حاضر، نه خودمون آماده هستیم، که بریم اونجا الان خدا میخواد الان ما رو آماده کنه این کلام هایی که من میگم مطمئن هستم شیپور خداست این موعظه هایی که یک شنبه به یک شنبه یا تعلیم میشه شیپور خداست که ما رو بیدار کنه که دوباره بگی کجا هستم نگاه کن به این یک سال دو سال چه چیزی به دست آوردی از زمانی که از یوغ فرار کردی چه چیزی به دست آوردی و خدا به هر حال امروز اینجا نیست که ما رو محکوم کنه بلکه دعوت کنه اجازه بده من پناهگاه تو باشم من ثروت تو باشم اجازه بده من امید تو باشم هدف تو باشم قدرت تو باشم اعتماد تو باشم دوست تو باشم و و خیلی چیزایی هست و همینطورم هم غیرت تو باشم اینطوریه که که امروز هم میخوایم عشا ورداریم عزیزان یه تصمیم یک روزه نیست یک تصمیم نیست که امروز میایم اینجا فقط میگیم که خدا من میخوام از فردا دوباره یوغ خودت رو برمیداری. دوباره خواهش میکنم بینندگان عزیزم من میتور. واقعا در موردش فکر کنی یه یوغی هست که روزانه با هم باید برداریم یک بار تصمیم میگیرم از صبح زود که بیدار میشم یوغ رو نمیگم الان چون برای من چیزی دیگه هستم صبح بیدار میشم اولین چیزی که الان هست فقط این رابطه بلا فاصله با روح برقرار میکنم امروز هم یک روزی هست من میخوام تو رو پیروی کنم همینطور که گفته که یوغ منو داریم، من رو پیروی کنین و از من یاد بگیرین میخوام یاد بگیرم من میخوام هدایت تو منو هدایت کنی خداوند هر فکری هست هر چیزایی که هست میکسارم به دستای تو میخوام چشمای تو باشم میشم گوشهای تو باشم میشم دستای تو باشم روح القدس منو آماده کن هنوز خرابی زیاد در منه فقط من به تو اجازه میدم امروزم کار کنی هر اتفاقی در امروز میفته بعد و مثبت و خوب باشه من قبول میکنم چون در حال کار هستی تو بازسازی هستی و من میخوام امروز هم تصمیم میگیرم و هر روز خدا من حق خودم رو به تو میدم من حقی ندارم تو حق من هستی این چیزهایی هست که ما رو در آرامش نگه میداره در آرامش نگه میداره گرمه خوب بود مرسی و آخرین آیه هم میخوام بخونم میخو میتونیم با هم بخونیم که این اتفاقاتی که الان در دنیا میفته یا میگم که این هرچقدر بهرحال اتفاقاتی هم که حتی شخصی هم میفته در زندگی ما و در زندگی تک تک ما مرسی یک واقعا به شما میگم یک شادی هست یک شادی هست که همینطور که عیسی مسیح میگه که در همون لوقا باب 21 میگه زمانی که میبینی که انتفاعات میفته و همینطور هم این قسمتی که نسرین اول خوند یا تمام این چیز چیزایی هست که گفته این دنیا اه، اه، این اه، چیه که وحش و ترس و, و همینطور همینطور افراد بیهوش خواهند شد و این زیرا, زیر زیر نیروهای آسمون به لرزه در خواهند آمد زمانی که این چیزها رو نگاه میکنم اتفاقاتی که میفته سیاس همه چیز واقعا یک شادی در من به وجود میاد چون میدونم که نه شادی به خاطر خرابکاری میشه شادی برای عیسی مسیح چون میدونم الان این, این تپه تپش تپش قلب میبینم که بیشتر میشه و من باور میکنم زمانی که تازه ایمان آورده بودم یک سال دو سال ایمان آورده بودم <applause> همین دعا رو میکردم گفتم که منطقی نگاه کردم گفتم که الان زمانی که عروس داماد میاد عروس باید چی بشه خوشحال میشه دیگه درسته زمانی که ح... و هیجان زده است و نمیدونم شما که ازدواج کردین میبینید که زمانی که نزدیک تر میشین یواش باشه یواش باشه یکم باشه قلبتون بیشتر شروع میکنه به تپش کردن گفتم روحالقدس مطمئن هستم تو این تپش رو در قلب من به وجود خواهی ورد یا در قلب ایماندارا به وجود خواهی, خواهی ورد چون همون روحالقدس هم همینطور حیجانه که عیسی مسیح داماد میاد و گفتم اینو میخوام داشته باشم خداوند اینو میخوام داشته باشم که واقعا ببینم با همون اون دامادی که اونجا هست که تپش قلبش هم اینطوره این, این منطق یکم دنیایی کردم ها گفتم همینه تقریبا اون تپش قلب با تپش قلب من یک باید باشه بی تفاوت نباشم اون میاد یا میاد دیگه نه اینه که خداوند میخواد در ما به وجود بیاره و این باعث شادی بشه هر اتفاقی میفته واقعا با شادی نگاه کنیم و این سرودم امروز هم خوندیم چشمای خودم رو بندازیم روی عیسی مسیح او شروع و تکمیل ایمان ماست او شروع کرده او هم به چیز خواهد آورد به پایان خواهد آورد به او نگاه کنیم و این ابرانه رو به دوازده یک تا سه نسی جانی رو بتونی بخونی پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرد و خود داریم بیایید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما میپیچد از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما مقرر شده است بدویم و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به خاطر آن خوشی که پیش روح داشت صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است به او بیاندیشید که چنان مخالفتی را از سوی گناهکاران تحمل کرد تا خسته و دل سرد نشوید عاشق این آیه هستم که میگه که به خاطر آن خوشی که پیش روی او داشت عیسی مسیح رو نگاه میکنیم خورد شده له شده زیر سر... یا روی سریب یا قبل از این صلیب دردها رو کشید بی حرمتی رو کشید و اینطوری تصور کردم که ای گفتم اینجا همینطور گفته به خاطر این خوشی که یک روز به دست خواهد خواهد آورد یا به خاطر این خوشی که با این کار ما رو نجات خواهد داد یا چون خودش مشکل خوشی نداره خودش همون شادی مطلقه یا به این خاطر خوشی او همش رو تحمل کرد یک قدرتی هست عزیزان این شادی به تو قدرت میده که بتونی تحمل کنی یک کسی یه کسی میاد پچی سیلی به تو میزنه خدا من شکرت میکنم الان دنبال این نیستم جوابش بدم حق من بود شاید حق منم نبود دنبال حق خودم نیستم خداوند به تو نگاه میکنم الان یک، یکم گندش کردم فرحت اتفاقی میفته اینجا میگه این عاشق این کلام هستم میگه به خاطر آن خوشی که پیش روی او داشت صلیب رو تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرده و اکنون بر دست راست پدر اونجا نشسته و اونجا حکومت میکنه و به او به اندیشید که چنان مخالفاتی را از سوی گناهکاران تحمل کرد که من و تو خسته نباشیم راه رو ادامه بدیم بریم خدا با ماست به شرطی که تو گردن تو زیر یوغ او بذاری و اجازه بدی او تو را هدایت کنه نمیخوام فقط بگیم آمین آمین یا هاللویا نه عزیزان یک شرطی هست از یوغ من وردارین و از من یاد بگیرین چون افتاده دل هستم فروتن هستم آنطوری خواهی یافت آرامش برای جانهای خودتون او پناهگاه ماست او حافظ زندگی ماست آمین خوب میشه الان و میخوایم برای عشا خودمون رو آماده کنیم عزیزان همینطور هم توی خونه هم هستین میتونین عشا رو که آماده کردین الان میخوایم با شما همینطور متحد باشیم و این عشا رو با هم بردارین خوب میشه الان شاید یه لحظه چشمان رو ببندیم و دعا کنین عزیزان شما که خونه هستین همینطور خودتونم هم دعا کنین ببینید که واقعا یوغ مسیح روی گردن توست آیا واقعا دافتالبان این کار کردی؟ نه شر، شریعت باشه بلکه یه چیزی هست که واقعا تو بخوایی و اگر این کار رو نکردی اب نداره ایسای مسیح امروز اینجاست که تو رو هدایت کنه و تو رو تشویق میکنه که بیا من کناه های تو رو میبخشم هر کاری که کردی رفتی خونه خودت رو درست کردی دنبال کارهای خودت بودی ملکوت خودت رو میخواستی درست کنی اب نداره نمیخوام بگم این کار رو نکن بلکه بیا اول زیر یوق من یه لحظه همینطور دعا کنین یه تا خودتون رو تفتیش کنین که آخر که میخوایم زیر جلوی میز خداوند واقعا اونجا این تصمیر رو بهشون بگین اگه هم میترسین اگه نگران هستین بگین خداوند پس به من قدرت بده من میخوام فقط کمکم کن